لحظه تصور کنید فردا سفارت امریکا در تهران باز شده. دیگه نیازی نیست واسه اپلای، واسه گرفتن ویزا برید دبی، ایروان، آنکارا، کابل یا کشورهای دیگه. همه چیز به نفع شماست، هیچ دشمنی وجود نداره و به نظر میرسه آغاز گل و بلبل شدنه. مثلا پرسش اساسی اینه که تو این وضعیت به اصطلاح محال، چون وضعیت کنونی چنین چیزی رو فعلا نمیطلبه، درست یا نادرست، سوال اینه چه چشمانداز تجاری ما داریم؟ به جز نفت فروشی چه کار دیگه میخوایم انجام بدیم؟ چی داریم؟ گاز؟ 92% از گازهای تولیدی ایران در بازار داخلی مصرف میشه، 8% صادر میشه و درآمد ما از اون 8% 2 برابر درآمد ما از اون بازار مصرفی داخلیه و حکرانی انرژی اشتباه باعث شده که لوله‌های گاز وارد خونه‌ی مردم بشه به قیمت ارزون، مصرف بالا و ما نتونیم عرضه درست درمونی در واقع به دست بیاریم. چه چیز دیگه به ذهن شما خطور میکنه؟ فرش، پسته، زیره، زعفرون، هیچ کدوم از اینا نمیتونه یک درآمد پایدار و منسجم ایجاد کنه. و مسئله در واقع بغرنجتر میشه وقتی شما بدونید که کشورهای همسایه همگی یه نوع چشمانداز تجاری غیر نفتی و گازی رو دارن. از عربستان شروع میکنیم. اگه به عربستان نگاه کنیم اون وقت میبینیم که بله این پروژه نوم هست. 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. در شمال غربی عربستان سعودی هست. همین پروژه قرار یک شهر کربن فری پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد کنه. یه سری پروژه های دهگانه هم داره. 4 تاش راه افتاده، سندولا، فرض کنید اگزاگان. همه این پروژه ها میتونه درآمد پایدار غیر نفتی و گازی رو برای عربستان سعودی ایجاد کنه. این چشم انداز تجاری فقط و فقط باعث نمیشه که اقتصاد نفتی عربستان تبدیل کنه به یک کشوری مبتنی بر جذب سرمایه گذاری خارجی تو حوزه های غیر نفتی و گازی. حتی میتونه ایماج یا در واقع تصویر حاکمان رو عوض کنه. MBS یا محمد بن سلمان تا پیش از این نئوم در واقع یک قاتل روزنامه نگار بود. امروزه از اون به عنوان یک رهبر جوان خردمند توصیف میشه. مسئله چشمانداز 20C عربستان که نئوم در واقع نوک قله یخ در واقع همین چشمانداز هست، تنها تو حوزه نئوم نیست. یه برجی رو میخواد درست کنه 2 کیلومتر 2000 متر توی ریاض. یک پروژه‌ای داره کیوب یا مکعب، همگی برای اینکه یه تصویر جدیدی از عربستان رو شکل بده. نه تنها عربستان، که شیخ نشین‌های دیگه هم هستن که اومدن سرمایه گذاری کردن. مثلا کویت رو در نظر بگیرید، یه شهر رو درست کرده به نام مدینه الحریر یا شهر ابریشم، سیلک سیتی، 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری. اعداد رو یادتون باشه. یه پلی رو میخوان درست کنن 36 کیلومتر پل جابر، یه بندر پیشرفته به نام بندر مبارک. همه این مسائل داره کشور نفتی کویت رو تبدیل میکنه به کشور غیر نفتی. چشمانداز جدید این کار رو انجام میده. نه تنها کویت، بیایم نگاه کنیم کشور قطر رو. کشور قطر 2 تا بندر رو راه انداخته. بندر حمد 7.4 میلیارد دلار، یک مگا بندر هست. با هوش مصنوعی میتونه خیلی راحت ترخیص کالا رو اونجا در واقع تسهیل کنه. بندر رأس لوفان هست. اون بندر بزرگترین بندری با پایانی صادرات LNG. قطر فسقلیه. 3rd کشور در منابع اثبات شده گاز هست. اما یعنی در واقع بعد از ایران و بعد از روسیه و ایران، ولی تونسته ابرقدرت LNG بشه. بازارهای چین، اروپا و هند رو تو دست بگیره. 60 میلیارد دلار چینی‌ها سرمایه گذاری کردن. این چینی که تو ذهن شما، من میدونم چی فکر میکنی، 60 میلیارد دلار توی قطر سرمایه گذاری کرده، دقیقا نقطه مقابل پارس جنوبی و 1
هزار تومانی توی ایران سرمایه گذاری نکرده. 29 میلیارد دلار اروپا توی قطر سرمایه گذاری کرده. همگی برای اینکه این کشور رو در حقیقت عوض کنن. در کنار قطر شما میتونید به امارات نگاه کنید. دو بندر رو انداخته. یه بندرش رو خب همه میدونید، بندر جبل علی که بزرگترین بندر غرب آسیا هست. 170 در واقع خطوط کشتیرانی داره. با 100 بندر به صورت هفتگی در واقع در رفت آمد هست. و شما برید بنادر ایرانی رو نگاه کنید. تقریبا تعطیل متاسفانه. اما امارات یاد گرفته که خودش رو فقط وابسته به بندر جبل علی نکنه. یه بندر دیگه داره راه میندازه به نام بندر خلیفه توی ابوظبی. اونجا هم 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. و ما هنوز درگیر سریال آزاد شدن پولهای 7 میلیارد دلاری از کره جنوبی هستیم. بیایم نگاه کنیم یک کشور دیگه مثل عمان که این روزا در موردش خیلی تبلیغ میشه، حتی تبلیغات بهتر از امارات. اونجا رو اگه نگاه کنید 3 بندر داره، 2 سهار و سلاله. تو یکیش 10.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده، کیا چینیا، یعنی تو دوم. تو سهار که پایین تر هست هندیا 27 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن، شرکت آدانی. و پایین تر توی سلاله امریکایی و اروپایی هستن. یاد بگیرید یک کشور میتونه هم با چین کار کنه، هم با هند کار کنه، هم با امریکا کار کنه. نه این وقت همه این بنادر، ایرپورت ها و پایانه های نفتی و گازی که خدمتون گفتم داره با یک راه آهن، یعنی قرار وصل بشه راه آهن جنوب خلیج فارس با هزینه 250 میلیارد دلار و با سرعت قطارهایی که قرار اونجا در واقع راه اندازی بشه، سرعتشون، سرعت مسافرتیشون 250 کیلومتر بر ساعت هست و اونایی که باربری هست بین 80 تا 120 کیلومتر بر ساعت. کسی میتونه به من بگه که متوسط سرعت قطارهای باربری تو ایران چنده؟ 5. یعنی اگه لوکوموتیو ران بارو برداره بدوه زودتر میرسه. و اینه وقتی شما زیر ساختاتون اینجوریه. بعد بگذاریم، این راهن میتونه در واقع هند و چین رو به کشورهای عربی از طریق دریا، سپس زمینی قطارها میرسه به سمت اردن، اسرائیل، اونجا بندر پیراوس توی یونان. تو همین مسیر هندی‌ها یک کوریدور را انداختن به نام کوریدور عرب مد. چرا؟ این کوریدور یک کوریدور غذایی تکنولوژیک هست، یعنی نه کوریدور سیاسی نظام. این هم مسئله سیاسی نظام بذاریم کنار. هند به حال بارش زیاد داره، زمین‌های حاصلخیز داره، غذا از هند، تکنولوژی غذایی از اسرائیل، پول از عرب. یعنی کشورهایی که دچار گرمایش جهانی شدن بیشترین ضربه رو میخورن همین شیخ نشین‌های عرب هستن، چون پول دارن، آینده نگر هستن و میتونن با هند و اسرائیل کار کنن و در واقع بقای جامعه خودشون و رفاه مردم خودشون رو در دست داشته باشن. در کنار این شیخ نشین‌ها حتی کشوری مثل عراق که علی‌الظاهر نزدیک هست، اونم پلان داره. بندر فاو میدونید کجاست؟ جنوبی ترین نقطه عراق است، توی ساحل 82 کیلومتری عراق با خلیج فارس. تو اون بندر کوچولو که در واقع واقعا بندری نبوده که زیر ساخت داشته باشه، 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که یه بندر پیشرفته رو راه بندازن. تو پرانتز بهتون بگم، اماراتیا تو اخبار موثق شنیدیم که، البته نه اون خبرهای موثق، شنیدم که 2 میلیارد دلار رشوه دادن به سران عراقی که به نوعی افتتاح بندر فاو رو به عقب بندازن. چرا؟ چون رقیبی میشه برای بندر جبل علی و خلیفه توی امارات. همین بندر فاو قراره با یه راه آهن بره بالا به سمت ترکیه. ایران نه، ترکیه. از ترکیه به سمت اروپا. و اینا همه باعث شده که کل ایران دور خورده بشه. این تحریم ها فقط مسئله ترانس اکشن نیست، کشور رو دچار فرسایش میکنه، دچار فرسایش ژئوپلیتیک میکنه. به چه معنا؟ همه این مسائلی که من عرض کردم خدمتون کشور رو دور میزنه. شما دچار انزوای اقتصادی میشید، دچار فرسایش میشید. و وقتی که فرسایش شک بگیره چه اتفاقی میفته؟ فرونشست گام بعدیه. ناگهانی به یک باره
در برابر چشمان بهت زده. اگه میخواید که دچار فرونشست نشید، اگه میخواید جامعه ادامه داشته باشه، باید یک چشمانداز نوین رو ارائه کنیم. یک چشماندازی که برخواسته باشه از تاریخ کشورتون، یعنی حداقل وارداتی نباشه. دوم اینکه در راستای روندهای منطقه‌ای بین‌المللی باشه. ایران رو از دام اعتیاد به حال به درآمدهای نفتی رهایی بخشه. مهر پایانی بزنه بر دوگانه دروغین، تاکید میکنم دروغین، یا توسعه یا امنیت. اگه توسعه میخوای کنی با این کار کنی، اگه امنیت باید حتما این کار رو انجام بدی. و چون این چشم‌اندازی میتونه امنیت و توسعه پایدار ایجاد کنه، همه اینا باعث میشه نقطه ثقل کشور دوباره از نو زنده بشه. موشک، بمب، پهپاد نمیتونن امنیت پایدار ایجاد کنن. این چشم‌انداز که اسمشو گذاشتم ابتکار ایران راه، میتونه به کشور امید ببخش. حتی تو اون وضعیت ایدئالی که شما تو ذهنتون هست، اون وقت متوجه میشید اگر این ابتکار رو داشته باشید، سرمایه گذاری ها کجا برن، تو چه حوزه‌ای برن. این حوزه ها حوزه های ترانزیتی بنادر زمینی هست، یه بحثی هست، بندر زمینی بهش میگن، بندر خشک. اون جاهایی هست که بین در واقع مرز دو کشور هست و با تکنولوژی بالا روند ترخیص کالا به 3 ساعت یا 6 ساعت تقلیل پیدا میکنه، نه اینکه 1 ماه 2 ماه توی بنادر مثل ایران دپو بشه و تاجر و بازرگان نفهمه چه اتفاقی افتاده. در کنار بنادر در واقع زمینی و ترانزیت و راه آهن، ایرپورت فرودگاه امام از نظر جو استراتژی واقعا بهترینه. در واقع سطح ارتفاع بالایی داره از سطح دریا. حتی تو دبی با اینکه یه فرودگاه عظیم و جسته هست، غول‌پیکر هست، به شدت پیشرفته، توی تابستون به دلیل در واقع شرجی و دمای بالا، هواپیما وقتی میخواد تیک آف کنه 30% باید بیشتر مصرف کنه در واقع اون سوخت رو. به همین ترتیب استانبول در نظر بگیرید، در کاملا تحت تاثیر اون بادهایی هست که روی دریا در حال وزیدن هست. ولی به خاطر همین عدم ذهنیت استراتژیک و اساساً دوری از توسعه زیرساختی استراتژیک، متاسفانه به این مسئله پرداخته نمیشه. تو حوزه غذا و آب میتونیم دست بالا رو داشته باشیم. حوزه فرض کنید دانش و سلامت، شبکه‌های شکل گرفته از شهرهایی که میتونن، شهرهای هوشمند که میتونن همه در واقع با مسیرهای خطوط فیبر نوری در کنار هم قرار بگیره. این تو حوزه دیجیتال، ترانزیت، انرژی و کشور اگر چنین چشم‌اندازی داشته باشه، زمانی که درها اندکی باز شد، سرمایه گذاری میدونیم کجا میره. امروز نمیدونیم. ممکنه از من بپرسید این چشم، این ابتکار ایران راه تنها یه ابتکار وارداتی هست. نگاه کردیم عرب‌ها چیکار میکنن، پس ما هم تقلید میکنیم. نه، اینجوری نیست. کسی که این حرفو بزنه کشور خودش رو نمیشناسه. 1900 سال تقریبا 2000 کشور ایران درآمدش یه چیز بود، در میانه شریان بازرگانی قرار گرفته بود که تحت عنوان راه ابریشم باستانی. کالا از چین می اومد ایران، میرفت روم و نیاکان ما یاد گرفته بودند که در واقع تعرف با تعرفه اقتصادی درآمد داشته باشن برای کشور. امروز نفت داریم ولی اون ذهنیت رو نداریم. چرا؟ چون نیاکان ما خرد داشتن. امروز فقط نفت داریم. پدران ما میدونستن که ایران یه جایگاه مهمی داره. مجبوره که اون در واقع کاروان‌ها، شریان بازرگانی از ایران عبور کنه. بازی رو بلد بودن. ما امروز
اساساً نه تنها این شریان ها رو نمیدونیم، این مسیرها رو نمیدونیم، از که فرارم میکنیم، میگیم ای این نفوذه، ای اون فلانه، دست که متوجه نیستیم جهان در حال تغییره. اگر میخواهیم این ابتکار ایران راه بندازیم، باید به یه سری حوزه هم توجه کنیم، باید به سر اجرایی مشخص داشته باشیم. چرا روی اجرایی تاکید میکنم؟ ببینید شما اگه میخواهید یه کانتینر بار از مومبای بمبئی توی هند وارد کنید بیارید تو چابهار از اونجا بره بالا، حالا افغانستان، ترکمنستان یا احیانا روسیه، میدونید باید به چند نهاد پاسخ بدید؟ کسی میتونه به من بگه؟ 23 نهاد. یعنی یارو تاجر باید برگه برداره، وزارت اقتصاد، وزارت راه، مرکز نهاد توسعه سواحل مکران، امام جمعه شهر. خودتون میتونید تصور کنید یارو به چنان بدبختی میرسه که میگه که نمیخوام با ایران کار کنم. و این تجربه مشترک تمام بازرگانانیه که با ایران کار. پس ما با یه بستر اجرایی مشخص داشته باشیم، با یه بستر دیجیتال داشته باشیم، با یه بستر حقوقی داشته باشیم و مهمتر از همه بستر مالی و سرمایه گذاری. بدون سرمایه گذاری خارجی آقایون خانما، کشور نمیتونه دچار توسعه راه بردی بشه. هیچ راه دیگه متصور نیست. اگه میخواید این توسعه پیدا کنه، باید حداقل یه سیاست تنش زدار شکل بدیم. ببینید وقتی میگیم که این بستر میخواد شکل بگیره، بدین معنیه که یه کوریدور باید شکل بگیره. کوریدورها یعنی چی؟ امروزه خیلی این واژه رو زیاد به کار میبرن. هر کوریدوری راه هست، ولی هر راهی کوریدور نیست. کوریدور A رو به B، دو نقطه جغرافیایی وصل میکنه، اما زیر ساخت حقوقی، دیجیتال و اقتصادی اونم عوض میشه. سیاست تنش زدار رو باید در سطح قرار بدیم و در کنار اون آزادسازی تجاری. بدون سیاست غیر امنیتی کننده، اینکه شما هر روز دشمن تلقی نشید، نمیتونید به توسعه راهبردی دست پیدا کنید که این نیاز اصلی کشور هست. اما این چرا؟ به این دلیل که کشورها نه بر پایه پیشینه این روابط با شما کار میکنند، بلکه بر پایه داشتن چشم‌انداز با شما کار میکنند. و همه اینا برمیگرده به این مسئله که مفهوم استقلال تو ذهن سیاستگزاران ارشد عوض بشه. استقلال به معنای کمینه کردن وابستگی به دیگران نیست. استقلال به معنای بیشینه کردن تأثیرگذاری بر دیگرانه. از این رو هر کنش اقدام، تصمیم و رفتار استقلال طلبانه است که دیگری رو به خودت وابسته کنی، نه اینکه از ترس وابسته شدن به دیگران دور تو دور مملکت و دیوار بچینی.